سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز. طبق هر چهارشنبه در برنامه چهره ها در کنار دوست نازنینم زهرا سروش. من از باران هزاران سال لبریزم، من از باران هزاران سال لبریزم، پرم آغشته ام، اندوهناکم، غرق پاییزم. کسی حال مرا هرگز نمیفهمد، نمیداند درونم انقلابی هست، نمیداند درونم انقلابی هست، گریزی، اجتنابی، اعتصابی هست، بغض و خشم در پشت نقابی هست. آرامم آرامم، ولی جانم هوایی تازه میخواهد. ولی جانم هوایی تازه میخواهد. این تقدیم به همه هموطنانمون که الان این روزها هم بغض و هم درد و هم نفسیم برای مسائلی که در ایران به وجود داره میاد. متاسفانه مسائلی که در ایران هست نمیدونم به یک گونه‌ای به غربم داره کشیده میشه. بله. و من فکر میکنم یک دستی تو کاره، میدونی، و آتش دیگه. بله، یه آتشی زیر خاکستره. بله. و اگر واقعا دست در کارهایی که در کار مسائل سیاسی و مهاجرتی آمریکا هستن اگر نجنبن، واقعا میخوام بگم حداقل جون خیلی ها ممکنه در خطر باشه. بله. کینه و بغض و حسد و آتش اینا دیگه وقتی که تو انسان ها فوران پیدا میکنه همینجوری هی وسعت پیدا میکنه متاسفانه. و الان به دانشگاه کشیده شده، اصولا همه چیز از دانشگاه ها شروع میشه. دقیقا ایران هم از دانشگاه شروع شد. بله. در صورت که آدم ها وقتی سر یه میز بشینن و گفتگو بکنن آخرش هم همه چی سر میز حل میشه. بله. و با هم حرف بزنن میبینن که میتونن با هم مهربان تر باشن، میتونن مسائل حل بکنن. ولی خب کاری از دست اون بر نمیاد. فقط گفتم اول برنامه بگم که ما هممون در یک جاده هستیم و هممون همدردیم با مسائلی که غیر انسانی هست و در دنیا داره به وجود میاد، به خصوص برای توماش که الان همه ما، من صبح به صبح میرم اول خبر رو میبینم، دلواپسم، واقعا دلواپسم. امیدوارم که اتفاقی نیفته، ولی هر چیزی از اینا برمیاد. مشخص شده که روزش کی هست؟ امیدوارم که مشخص نشده باشه. نه 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 نه، فقط گفتن شده. که حکم اعدامی شده داده. بله بله، ممکنه روزم مشخص نکنن، اینقدر این آدم های وقیح هستن. بله بله، میدونی. ولی خب این مسئله UCLA که پیش اومد و UCLA دیگه، من دیشب که داشتم نیوز رو نگاه میکردم و امروز صبح خیلی متاثر شدم از اینکه تمام جشن فارغ التحصیلی بچه ها کنسل شده. بله بله، میدونید چون آمریکا و دانشگاه و این جشن فارغ التحصیلی ها در این ایام بود. بله. که بچه ها خانواده ها چه روز قشنگی رو با همدیگه جشن میگفتن، خودش یه نوع جشن بود واقعا. ولی متاسفانه به خاطر همین شلوغی هایی که به عمل اومده که اصلا معلوم نبود به چه شکل، چه جوری، چرا این اتفاقات افتاده، کنسل شد. آره اینو، ولی خیلی ای کاش دست از آموختن هیچ کدوم آدم ها بر نمی داشتن. چون وقتی که میریز منبع به اصطلاح آشوبا رو میبینی همش از نادانی و نادانستن و به قول معروف نفهمی آدم ها میاد. هرچی که آدم ها بیشتر میدونن آرامتر میشن، مثل اقیانوس هرچی بزرگتره آرامتره، هرچی که قوری خالیتره شلوغتر میکنه بیشتر. ولی خب همیشه یه دیوونه یه سنگ رو میندازه هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن. اصولا دنیا این شکلیه دیگه. حالا بگذاریم بریم سراغ مسائل اصلی چهره ها که ما همیشه درد و دل میکنیم با عزیزانمون و داستانامون رو میایم تعریف میکنیم و قصه هامون رو. همه ما قصه هستیم و داستان. دیروز یه مسئله پیش اومد که من با دکتر نیلا هم بازم باید تشکر کنم از شما که برنامه های رادیو قاصدک که ما اینجا ضبط می‌کنیم. خوشحالم از این بابت. ممنونم و واقعا می‌خوام یه سهم خیلی کوچولو داشته باشیم. ای جانم، واقعا برکت حضور عصر امروز. من همیشه دعا می‌کنم به جون شما و آقای
خوشحال نژاد عزیز که این امکاناتتون رو در اختیار ما قرار میدین. رادیو قاصدک هم روز به روز داره بیشتر هی شناخته میشه بین مردم و خدا رو شکر برنامه های جدیدی داریم. یه برنامه جدیدی داریم به نام علم و زندگی که آقای دکتر امید آشوری که متخصص خانواده و پزشک فامیلی هستن دارن، متخصص داخلی هستن دارن اجراش میکنن و متخصصین رو از سراسر دنیا میارن و مسائل آکادمیک و علمی رو میگن، نه مسائلی که مردم رو گیج میکنه. مثلا اتفاقا یه از دکتر کی امروز من یه فیلمی رو فرستادم که تایه این برنامه حتما میبینیم که مثلا میان توی سوشال میدیا میگن او دیابت داری، اصلا نمیخواد انسولین بزنی، دستتو اینجوری اینجوری بکن، مثلا میخوایم ببینیمش. آره خیلی حتما جالبه حتما. ببینیم و برگردیم که ببینین چقدر رسانه ها و سوشال میدیا میتونه نقش مثبت و یا برعکس منفی داشته باشه و خانمان سوز بشه برای افراد یا مثلا حتی جان بچه ها رو بگیره و نمیدونم انشالله یه قوانینی بیاد که جلوی این مسائل گرفته بشه. ولی دکتر کی اولین کسی هستش که داره مبارزه میکنه با این افراد که به اتفاق ببینیم و برگرد. ساده ترین راه برای ترشح انسولین، این نقطه‌ای که نشون میدم بااستاب لوزالمعده است و باعث ترشح انسولین میشه، روزی 10 بار روی هر دو دست انجام بده. برای راهکارهای بیشتر اون پیجمو فالو کن. بفهمم تو. سلام استاد، خوب هستین؟ سلام استاد، یه مریض خیلی حاد داریم تو اورژانس، 19 سالش، دیابتی، قندش هم خیلی بالاست. چجوری میخوای درمانش بکنیم؟ والا تو کیتو اسیدوز دیابتی باید بهش انسولین و اینا بدیم. نه بابا اینا چیه، من الان یه ویدیو نگاه کردم، بهش بگو دست راستشو هی اینجوری بکنه خودش انسولین درست میشه. چرا الکی کلی پول انسولین بدی؟ استاد مطمئنی؟ بگم انسولین. آره مطمئنم. بکن حالا یه ساعت دیگه بهم بگو. چش. چی شد؟ خوبه؟ اوکی. استاد خیلی حالش بده. آره اصلا خوب. جدی میگی؟ خانواده شکایته. پس چی میگه اینا این تو؟ خب پند این داستان اینه که واقعا انسولین یک چیز حیاتیه. نگرانی من از این ویدیو هست اینه که ممکنه یکی از شماها انسولینتون رو بذارین کنار، صبح تا شب اینجوری بکنین، خیال کنین ترشح. این واقعا چرت و پرته و اصلا باعث ایجاد انسولین تو بدنتون نمیشه. دو نوع دیابت داریم، یه سری هست نوع 1، یه سری هست نوع 2. افرادی که نوع 2 دارن بدنشون تا حدی انسولین درست میکنه، اما خب اونا هم انسولینشون خیلی کمه، ممکنه به لولی برسن که به تزریق انسولین نیاز داشته باشن. افرادی که نوع 1 دارن اونا زندگیشون به انسولین دیپند میکنه، یعنی احتیاج به انسولین هر روز دارن. اگه یه روزی قطعش بکنین، یه دونه از دوزاتون رو میس کنین، خیلی میتونه حیاتی باشه. و واقعا من برای همین این ویدیو رو به طرز طنز درست میکنم که یکم نظر شما رو، یکم توجهتون رو بگیرم تو اینستاگرام که پر آهنگ و عکس و ایناست که اصلا خیلی سخت مطالب پزشکی نشون بده، اما در این حال هم یکم یاد بدم که واقعا خیلی مواظب باشین. این ویدیو رو لطفا به هم نفرستین. همین ویدیو هزاران دفعه شیر شده بود، خب چرا اینو باید شیر بکنین؟ چرا به هم دیگه اطلاعات نادرست بفرستین که جون یکی رو تو خطر بندازین؟ خب اینطوره. آدم شریفیه، چه دکتری شریفیه که به این شکل روکم میاد میگه واقعا انسان دوسته. بعد امروز یه برنامه‌ای داشت راجع به بچه‌هایی که زردی دارن، اینقدر بعد اون زردی بچه‌ها رو میکشه اگه بهشون نرسی. خیلی مسائل خرافات الان زیاد شده متاسفانه تو سوشال میدیا و امیدواریم که حداقل ما رسانه‌ای اگه در اختیارمون مثل رادیو قاصدک از افرادی استفاده بکنیم که آکادمیک هستن، علمی حرفاشون و کمک به مردم بکنه. دقیقا. چون ما هممون یه جورایی تنبلیم، دلمون میخواد آ اینو بزنیم دیگه نریم مثلا انسولین بزنیم، ولی نمیدونیم که با جون خودمون و سلامتیمون و اینا داریم بازی میکنیم. که به هر حال من یه مسئله برام پیش اومد که همش میام قصه ها و داستان ها رو برای همدیگه میگیم، خیلی جالبه. من یه دوستی دارم که ایشون خودم بهش میگم تو کوچ منی، همه چیز رو وقتی تلفن میزنم آره سلام علیکم، آره دیشب اینطوری شد، امروز اینطوری شد، سمیرا اینجوری کرد، مثلا اینطوری شد، سر کارم اینطوری شد، همه رو میگم. اینم هی خیلی قشنگ کمک میکنه توی صحبت ها و اینا. بعد
پریروز بهش دیدم چند روزی ازش خبر نیست، زنگ زدم بهش دوباره شروع کردم، سلام عزیزم حالت خوبه چطوری اینا، آره اینطوری شده اینطوری شده، ادامه سریال زندگیمو براش هی گفتم. و یه دفعه گفت زهرا، گفتم جانم، گفت تو از من نمیپرسی که این سه روزه که من نبودم زنگی نزدیم و اینا من کجا بودم چی شدم، اصلا از من نمیپرسی که مثلا تو هم، یعنی منم میخوام از خودم بگم و اینا. بعد یادم اومد که یه روزی چند هفته پیش با هم رفتیم دو قدم میزدیم، ایشون دوتا پسر پزشک داره، بعد از پسراش داشت تعریف میکرد، منم شنونده بودم و میگفتم آره مثلا میگفت نامزدش اینجوری کرده، منم بعد اومدم خونه گفتم نکنه زیاده روی کردم من ازش پرسیدم که مثلا عروس چی میگه تو چی میگی اینا، بعد دیدم خب فرق میکنه، من عادت دارم، باورتون نمیشه حتی لنا عروسم و هیچ وقت ازش سوال نمیکنم، یا از بچه هم سوال نمیکنم، عادت ندارم چیزی رو بپرسم، میگم اگر فرد خودش بخواد خودش تعریف میکنه، ولی ایشون از من انتظار داشت. بعد گفتم واو چقدر این شگفت انگیزه، خب برای من که باعث افتخار اگه بتونم از تو سوال کنم، ولی این اخلاقمو باید تنظیمش کنم که بدونم با کی باید تا چه حدی سوال کنم یا نکنم، نکنه در مورد بچه‌هام هم مثلا علی الان از من تو دلش گلایه داره که خب تو چرا نمیگی که کجای زندگی هستی چی کار میکنی، حالا خلاصه چند روزه دارم رو خودم کار میکنم که سوال کنم از دوستا و رفیقای واقعی و نزدیکتون نزدیکم، ولی همش احساس میکنم نباید از کسی سوال کنم، از هر کسی، از آدمای گذری، از آدمای صمیمی میدونی، آره. ولی وقتی کسی که پارتی از زندگیته، پارتی از وجودته، که باید سوال بکنه، آره باید سوال کنه. و من خودم مثلا برای دخترم سوال میکنم ازش، میپرسی؟ میپرسم، اگر جواب داد که چه بهتره، که جواب نداد بازم ناراحت نمیشم، میگم خب حتما صلاح دونسته که جواب نده، ولی خب من به عنوان یک مادر وظیفمه، شما به عنوان یک مادر وظیفتونه که از مسائل زندگیشون بخوای با خبر باشی. مامانش هم خودشون باید بیان بگن دیگه، نه نه باید به نظر باید. فضولی آدم نباید بکنه، کنجکاوی آدم نباید بکنه، آره. اون فرق میکنه تا سوال کردن، میدونی؟ درسته. وقتی که من نگران بچم هستم از نظر سلامتی، خب باید به زنگ بزنم بگم حالت چطوره، در چه مرحله هستی، بهتر شدی، الان چی کار میکنی، کجا هستی، اگر نکنم که آره اون حس آره. مادر بودن رو نشون نمیدم. نه نه اونو میپرسم، مثلا علی چرا سرفه میکنی، دکتر رفتی مثلا چک کردی، اینا رو میپرسم، ولی اینکه مثلا حالا کجا دارین میرین، دارن خداویسی مثلا دارین میرین مسافرت، آره ما یه چرزی که دارین میرین مسافرت، دیگه ازشون نمیپرسم کجا میرین، میگم اگر میخواد خودش میگه، مثلا یه سری چیزا رو باید بدونین کجا میرن، باید خودم کار کنم، میدونین؟ نه بعضی از سوالا که در حد برای همه، بله، در حد مثلا کنجکاوی نباشه به نظر من لازمه برای هر فردی واقعا. آره حالا دیگه خلاصه آدم اشکالات خودش رو روز به روز، هممون انسانی، ما دیگه اشتباه میکنیم، باید رو خودمون کار بکنیم، از هر طرف نیفتیم، من دارم زیاده روی میکنم، مثلا نه. زیاد سوال نمی کنم، همش میخوام که نه دیگه، شما خیلی رعایت حال دیگران رو داریم میکنی، درسته. آیا دیگران نسبت به شما همین حالت رو دارن؟ نه آخه من چون که هیچ وقت رازآلود نیستم، خودت میدونی، همه چیو میگم، مثلا الان دو پسر برادرم از فرانسه اومده، این کار رو میکنیم، داریم میریم سان دیگو، داریم، یعنی دوستام همه چیه منو میدونن، من زیاد راز ندارم، برای همین همش از خودم راحت میگم، ولی نمیپرسم، بهشون میگم خب خودت بگو دیگه، خودت بگو، وقت منم میشنوم و یه کاری براش میکنم، حالا نمیدونم، بالاخره اینم از داستان چند روز قبل من که خجالت کشتم پیش دوستم بودم، آه باید مثلا دوستو وقتی آدم ازش خبر نداری و خود نکرده یه اتفاقی براش میفته، آره. آدم یک مقدار نگران میشه، باید جای حالش باشه واقعا. آره آره یکم برای خودم کار کنم. میگه کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قیمت دارد یا عتیق، من همین دانم که در این روزگار هیچ ارزش ندارد جز رفیق.
جز رفیق واقعا. خانم‌ها به سن و سالشون خیلی حساسن. من که همیشه بارها گفتم و بعضی وقتا بیشترم میگم، بابام هم اینجوریه، مثلا 95 سالش ازش برسم چند سال، میگه 97 سال مثلا. خب اشکالی هم نداره، ولی بعضی یه حالت طنز کوچولو هست ببینیم که خانما حتی بیمارستان که میرن حالشون هم بد میشه، عصبانی میشن از این که سنشون حساسیت. حالا این طنز رو ببینیم. باید خانم حالتون خوبه؟ خانم آقا حالم بده. الو سلام، اورژانس؟ یه خانومی کنار خیابون حالش بد شده. نه نمیشناسمش، بیهوشه دیگه، سنش هلوش 37-8 میخوره. مرتی که به من میخوره 37-8 سالم باشه؟ نمیبینی چقدر خرجه این صورت تره؟ چون مرده همتون گابی دست نمیبینی. خانم نمیخواد بیاید بابا، بذار بمیره، بذار بمیره. گفتم 37-8 ساله، بعدی که من همه خرج صورتم کردم تو داری. پس خرج صورت کردن دار برای اینکه من جوون نشون داده بشم. با جوون و برعکسه ها، یادتون باشه. بله نه، لسینتون رو بزنین، ماساژ صورت رو بدیم، دقیقا از درون و برون به آرامش برسیم، دقیقا. و مراحلی رو بگذرونیم که خوشحال باشیم. هیچ چیزی بیرون، هیچ خبری نیست مگر اینکه من از درون آرام باشم، همه چیز آرام میشه، همه چیز قشنگ میشه. ولی اینکه از بیرون بخوایم، قرضیه همش، همش قرضیه، هی میگیرن میدن به اون، دوباره میگیرن ازم. به هر حال زندگی هم طنزه ها، واقعا اگر میگن آدمایی که عاقل هستن زندگی رو طنز میبینن، یعنی واقعا خنده داره. دقیقاً این کارا رو میکنیم. خب من داشتم یه مطلبی رو میخوندم که خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم و میدونم همه ما ایرانی ها، خب من جای دیگه که به دنیا نیومدیم، شاید اونجا هم خیلی مسئله. مثلا من الان یه فیلم ترکیه که باورتون نمیشه، برادر من از بچگی اومده اینجا پوری جون، خانومش هم آمریکایی بوده و همش توی دیتون اوهایو بوده تا چند سال پیش که بعد اومدن سان دیگو و اینجا میان و میرن، هیچ وقت با ایرانی ها نبوده. حالا جدیدن من میبینم که میره فیلم های مثلا فردین رو میبینه، فیلم های قدیمی آره ایرانی رو میبینه. و جدیدن خود من اومدم گفتم آره یه مهمونی بودم، همه داشتن میگفتن که یه فیلمه. حتی من تو جم تیوی هم که کار میکردم سریال رو پخش میکردیم، من سریال رو نمیدیدم، فقط چیز رو دیدم، حریم سلطان که. ولی الان میبینم فیلماشون اینقدر پیشرفت کرده که در 30 کشور 40 کشور همه رو میخرن و دوبله میکنن و زیرنویس میذارن. من گفتم توی مهمونی بودم، یه فیلمیه به نام عروس استانبول، اگر رضا وقت کردی داری فیلم های ایرانی ها میبینی یه سری هم به این بزن. دیدی خوده؟ حالا اینو میخوام بگم، داداش من نشسته سندروم اصلا پیدا کرده، معتاد شده به این، قشنگه آره، 300 خورده. بعد میرستم میبینم 20 تاشو رد کرده، بعد داستانشو بر من میگه و یه دونهشو با هم میبینه. میگه آ این مثلا سریا اینجوری شد، بعد فاروق اینجوری شد، اسمشون هم یاد گرفتم، اینطوری شد اینطوری شد، برای من تعریف میکنه. بعد دوباره با هم ادامهش رو میبینیم، دوباره من نمیبینم. میدونی چرا؟ چون یه کالچری از خانواده های ایرانی درونش وجود داره. آره. این عروس استانبول هم حکایت مادر شوهر و عروسه در حقیقت. آها. که ما ایرانی ها همیشه از اول این مشکلات تو زندگی هاشون واقعا تو پدر مادرای ما تا نسل جوان وجود داشته و داره. آره. این اینو نشون میده، به همین دلیل انقدر ایرانی ها دوست دارن. من در تایید حرف شما، دوست دخترم که اصلا در خارج از ایران به دنیا اومده، اینجا بزرگ شده، فارسی خوب بلد نیست صحبت کنه. چند روز پیش دم مدرسه بچه ها دیدم ایشو که اومده بچه خودشو پیکاپ کنه، منم نواهامو دیدم که پوری جون من نشستم دارم سریال های ترکی رو تماشا میکنم. گفتم خب چرا ایرانی تماشا نمی کنی؟ الان سریال ایرانی به نظر من به مراتب از ترکا خیلی قشنگتر و بهتر شده، اصلا محتوا داره. میدونی
گفت پوری جون این روسریاشون من اذیت میگه. برادر منم همینو میگه، میگه آخه نمیشه یه زن و شوهری با روسری بشینن با هم حرف بزنن، دست به هم نزنن. اینا آره. یکم اذیت میکنه کسایی که خیلی دور بودن، ولی خب دیالوگا درست میفرمایید، دیالوگا خیلی قوی تر شده. ولی خلاصه این عروس استانبولشون داره و من الان میخوام راجع به کالچر فرهنگ مشترک، یعنی توی این فیلم دیدم آدما سلامت خودشون رو دارن از دست میدن به خاطر آبرو. یعنی افراد ناسالم با آبرو میشیم. مثلا توی ایران هم ما اینو خیلی داریم که سلامتی نادونن، این آدمای احمق و نادون هستن در حقیقت. آره به نظر من میدونی؟ آره دیگه، سلامتیمون رو فدای آبرومون میکنیم، یعنی ناسالم میشیم ولی با آبرو. حالا همونم باد میاد میبرتش چون واقعی نیست. دقیقا. چون فقط ویترینه، فقط ویترینا، مثل سوشال میدیا که فقط ظاهر همدیگر رو میبینیم. همینجوریه آدم اگر و سن آدم که میره بالاتر پوری جون به این نقطه میرسی که حتی با یه باغچه کوچولو حالت خوبه، 100%، شک نکنی، حتی با بغل کردن یه گلت. وای من گل گذاشته بودم بیارم برای پوری جون، یادم خیلی خودت گلی خوب شده بولت رو برم با یادم اومد، با یه هدیه گل، با یه درخت بغل کردن، با یه سبزی کاشتن. چون به جایی میرسی که سلامتی روح و روان و جسمت میاد ارزش اول میشه و با خودت میگی وای برای چه چیزای بیهوده ای سلامتی ما دادم، وای برای چه آدمایی. سلامتی وقتی از دست بدی دیگه زندگی برات معنی و مفهومی نداره، که آبرو برات معنی و مفهومی نداره. آره میدونی، ولی ای کاش ما تو سن پایین تر به این نتیجه، هر دهه ای آدم یه نتیجه میگیره، ولی بچه هایی که توی معنویت و فلسفه و عرفان زودتر میرن، اینا در کنار تحصیلاتشون و در کنار زندگیشون ساده زیستن رو یاد میگیرن. و چقدر خوبه که ما، مثلا الان پسر من میگه مامان من دوست ندارم اسباب بازی زیاد برای بچه‌م بخری، من نمیخوام، یه کتاب بخر، همون کتابا رو باش بخونه و با طبیعت و با چیزای طبیعی. چه اتاق این پر اسباب بازی میشه، اون حالت سلامتشو و کنجکاویشو از دست میده. اینه که این چیزا رو هم در کنارش به بچه‌هامون یاد بدیم که زودتر به این مرحله برسن. دقیقا. که برای خودمون زندگی کنیم. چون اینقدر زندگی زود میره پوری جون. که من هر هفته که جمعه میشه میگم این دوباره جمعه شد. البته خوشحالم که باز دوباره زنده هستم و سالم هستم و میام شما رو میبینم و با عزیزان، ولی از جهتی هم میگم چقدر عمر تون تون میگذره، مخصوصا سن بالا. بریم خودمون رو شاد کنیم و بیایم. دقیقاً. موهاشو بازم شراری کرد که منو خوارم بکنه، سر کوچه‌شون باباش میخواست منو لتو بارم بکنه، میدونه خودش خاطر خوشم خدا کنه شوهرش بشم، لباس عروس تنش کنم سایه بالا سرش بشم، مونه رو دستم به من تو بستم به یه میرم در خونشون با گلا شیرین، یه روزی میشم دوان باباش سب کنیم یبین، کوچه رو چرا مولی میکنم آقه رو میارم، روی سرمون قلبی سابر آجیای یارم، دختر همسایه راه برو تو سایه، عروس للم بشه الهی ولی ندارم مایه، دختر همسایه راه برو تو سایه، عروس للم بشه الهی ولی ندارم مایه، وقتی میفتم به یه موسی چشی میبادم از این کاراش خوشم میاد، اونم الو میخوادم، همه محل اینو میدونم که به جونش من بجونم، پشت سرم حرف میزنن میگن که مجنونم، چفتر و مزم همه پر فدا سر شرچی پاپر، جای به سوزه پدرش عاشقی دختر،
دختر همسایه راه بره تو سایه عرضی ندم میشه الهی ولی ندارم مایه دختر همسایه راه بره تو سایه عروس قلم بشه دهی ولی ندارم مایه دیگه دیگه در نهایت سادگی ببین چقدر زیبا و دلنشین میگه عروس ننم میشی ولی ندارم مایه من جوگاه حرفش هم زد دیگه ببین خود بودن شروع زندگی سالمه من. ماها احوال پرسی که با هم میکنیم چطوری عزیزم عالی ولی دارم میرم خودکشی کنم مثلا یعنی واقعیت رو با هم نمیتونیم بگیم هرچی خودمون بشیم مثل بچه ها سالم تریم راحت تریم و زندگی برامون شادتر میشه و جوان تر میمونیم دقیقا. از درون و بیرون جوان تر میمونیم بعد یکی از کارهایی که من دیدم شما دارین انجام میدین میگه که یکی از راه های خوشحالی اینه که ما یاد بگیریم از رخت خوابمون کار رو شروع کنیم یعنی تمیز و مرتب از رخت خواب میایم بیرون از اتاق خوابمون دقیقا. منظم بکنیم و اینو من تمرین کردم که چقدر مؤثر میتونه باشه خیلی. پوری جون نه خیلی. نظمی که میدی به خودت و به ترتیب مثلا نیم ساعت اول روزو بذاری برای مرتب کردن کمتر هم طول میکشه اصلا طولی نمیکشه من آره. خودم مثلا صبح که از خواب بیدار میشم تا تختم رو مرتب نکنم محال از اتاق بیام بیرون خیلی خوبه و شب آره. که برمیگردم از مهمانه اگر برمیگردم خونه تا تمام لباسام آویزون نکنم کفشامو سر جاش نذارم مرتب نکنم مثلا تو تخت خواب نمیرم چند دقیقه بیشتر فرصت نمیشه آره دو سه دقیقه شاید پنج دقیقه طول بکشه واقعا آره, آره. ولی همین که شما فرمودین این باید در درونتون وجود داشته باشه بعد نخسته میشین آره با همیشه هم کار کمه کمتر کار داری مثلا اینه بعضی خونه شما میرین توی سینک آشپزخونه شون یک خروار آره. ظرفه میگم آخه چرا همون لحظه که یه دونه لیوان چایو میخورین همون لحظه همون شخص حالا فرق زنه شوهر آره. بچه است یا بذارین سر جاش دلیلی نداره که اینقدر ظرف جمع بشه ولی انصافا بعضی از خونه ها یه نفر آخه فقط کار میکنه فقط زن خونه باید یاد داد این فیلم ها نمیذاره که فیلم ترکا نه باید یاد داد باور کن وقتی برادرم میومد کمک من چون یه اینجا رشد کرده دیگه مثلا اصلا ظرف شستن و اینا براش اصلا مسئله نیست حالا این خیلی از آقایون خودمونم همینطوره بعد میومد مثلا من میرفتم خونه چند ساعتی میاد بابا رو نگه داره و اینا میرفتم خونه میدیدم رضا مثلا ظرف شسته آشپزخونه رو مرتب کرده از وقتی این فیلم رو میبینه میرم لیوانش هم خورده گوشه رو میز میگم رضا حواست کجا شده آخه آره میگم فیلم رو داری میبینی حواست ببین لیوانت هم مثلا باشه ولی خب راست میگید اوتوماتیک وقتی که بشه آدم کمترم هم کار میکنه از همه چیز از نظم و زمان حال شروع میشه اینا رو دارم یاد خودم میدم آره. باید بچگی هم باید به بچه ها آموخت آره. که باید هر کسی کار خودش انجام بده اینجا چون آره. آدم مادره که دلیل بر نمیشه که تمام مسئولیت رو دوش مادر باشه یا چون زن آره. شوهر داره شوهر هر کار دلش میخواد زن بگه که چون شوهره نمیشه که آره باید از اون اول یادشو بده حالا عروس منم چون شمالی هستیشون و همشهریشون اصلا اوتوماتیک تمیزه شمالی ها خیلی تمیزه و نوه من که الان 2 سال و خوردهش هست وقتی که من میرم خونهشون مثلا در قندونو برمیدارم پوری جون میذارم اینجا یه قند ازش برمیدارم چای میخورم یادم میره اینو بذارم میرم از هر جا هست میره در قندونو میذاره اصلا من به بچه یاد داده میدونی میبینم آرتا میاد در قندونو میذاره بعد میره بازیشو میکنه برام تجربه میبینم پس ببین میتونه آره حالت یادگیری دقیقا. غیر مستقیم باشه دقیقا نه دستوری باشه فقط باید بهش گفت آره. اون بچه چون بچه سود یاد میگیره آره این کلین اپ کردن اتاقش هم خودش انجام ده خلاصه یه تجربیاتیه که آدم باید با هم دیگه یک کلیپ کوتاهی از خانم مهستی بود که فکر کنم امسال اگه بود 77 ساله میشد شاید آره 60 خورده سالش بود آره آره اصلا مسائل سلامتیتون رو واقعا یا سلامتیمون رو باید در نظر بگیریم ولی من خیلی دلم برای مهستی سوخت آخه
هم در دوران بیماریش که خیلی اشتباه کرد به خاطر اون عاطفه و عشقی که به اون شخص مقابل داشت نخواست مسئله رو گندش بکنه، هم به خاطر هنرش و هم در غربت مرد. میدونیم هستی لیاقتش خیلی بالاتر، خیلی بالاتر از اینا بود. خیلی خیلی ضربه ها کم نبوده در این 40 ساله، لحظه به لحظه ضربه بوده، ولی روحشون شاد، حضورشون همیشه هست و میگن تنها صداست که میماند. و الان میبینیم که آرتیفیشال اینتلیجنت و هوش مصنوعی چقدر از صدای قشنگ ایشون استفاده کرده، چون جز معدود صداهایی هستش که هر شعری که بدی روش قشنگه. همه با صدای ما هستی قشنگه و گفتم که یادی بکنیم ازشون و چهره قشنگش رو دوباره ببینیم، روحشون شاد و در پیس آرامش. عشق میگی دیوانم میکنی، به توی زندگی روانم میکنی، از عشق میگی حرفات شیرینه، هر یک کلمش به دلم میشینه، حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، به پای غم کنه دل با حرفات داری سنگ میزنی. میدونم نمیدونی، میدونم نمیدونی، زود به بن‌بست میرسه عاشقی ها، وقتی که هجوم آورد خستگی ها، عزیزم فردا پشیمون نشی ها، با همه عشقا و دل بستگی ها، با همه عشقا و دل بستگی ها. خیلی قشنگه، خیلی خیلی خوبه که آدم یادی بکنه و باز یادآوری کنیم که مواظب سلامتیمون باشیم و پیش بینی بکنیم هر کاری از دستمون برمیاد رو انجام بدیم، اون وقت بقیه‌اش دیگه دست ما نیست، اون چی که از دست ما هست رو حواسمون بهش باشه. امروز من یک پستی در فیسبوک دیدم، آقای سینا بیات، برای اولین باره یه همچین پستی رو گذاشتن، چون من از نظر شخصیت و رفتاری و اخلاقی خیلی قبولش دارم، بله بچه خوبیه و آدم با سوادی هم از کار خودش. اول یک خط شعر از حضرت مولانا خوند و در تایید اون شعرش دیدم که داره راجع به افراد سمی صحبت میکنه، که داشت به مردم هشدار میداد که این افراد سمی رو از دوربر خونتون، زندگیتون، اطرافیانتون دور نگه دارین که بیشتر از این دچار مشکل نشین. ببین یک مرده و در میدیا داره کار میکنه، یک هنرمنده داره زندگی میکنه، من مطمئنم حتما هم ایشونم یک تجربه بدی رو از این افراد سمی گرفته که به این شکل آمده داره بیان میکنه. واقعا آره هستن، بخوایم نخوایم ما نمیتونیم خودمون رو تغییر بدیم، آدمای دیگه هم نمیتونن خودشون رو تغییر بدن، بنابراین باید این فاصله ها. ببین اگر مثلا من پوری جون دستم درد میگیره میبندمش و حواس همه و حواس خودم این فاصله رو حفظ میکنم، دقیقاً از یه فاصله نیاد من دردم میگیره. ولی مسائل روحی روانی چون دیده نمیشه ما فاصله ها رو یادمون میره. مثلا من وقتی که حالم بده باید مواظب خودم باشم و این فاصله ها رو با آدم های سمی حفظ بکنم، ولی در صورت که با همین درد میرم از همون رو دوباره ضربه میخورم. و استثنا هم نداره، خانواده باشه، برادر باشه، فامیلی باشه، نمیگم آدم جنگجو باشه، ولی فاصله رو حفظ کنیم که آسیب نبینیم و اذیت نشیم و متاسفانه هست دیگه. اما یه خبر خوش این که زیباترین گلها از جمله شقایق، از جمله گلهای دیگه، میبینیم از زمین سخت میان بیرون. درست زیبا هستن، مهربان هستن، ما هم تا آب دیده نشیم نمیتونیم به لطافت برسیم، اما در مزان آدمای سمی قرار نگرفتن سیف میشه از تایممون، میدونی دیگه اذیت نمیشیم. ما چقدر روح داریم و روان داریم که بزنیم لهو لوردش کنیم برای افرادی که دارن اذیتمون میکنه، ولی
باورت نمیشه که پوری جون دنیای روانشناسی آخرش به اینجا میرسه که از اول تمام روابط نشانه داره ولی ما نشانه ها رو نمیبینیم. خب آدم اوایل نمیبینه چون خودش این تیپی نیست. آها. خودشون سمی نیست، متوجه نمیشه، فکر میکنه که طرفی که داره اینقدر محبت میکنه این مثلا خب به خاطر علاقه است، از اگه این طرف میرطلبه، این به خاطر وجود خودش این کارا رو میکنه نه به خاطر من. بله. این میخواد برطقه تخریب ایجاد بکنه، مریضه. درسته. آدم های مریض میدونین اکثرا مهرطلب هستن واقعا. دقیقا مهرطلبی میکنن به خاطر اینکه مثلا اتنشن بگیرن. فقط هم اتنشنه، انواعی مختلف هست دیگه، ولی یه سری هم نشانه ها رو میبینیم رو خودمون نمیاریم. مثلا با هم رفتیم یه جایی و یه نشانه های شما دیدیم، اگر سالهای قبل بود باز به طرف فرصت میدادی. دقیقا همینه. ولی این بار وقتی نشانه دیدی، چون هزارمین بار بود که این آدم ها را انواعش را دیده بودی، امروز که قبل از برنامه با هم صحبت میکنم شما فرمودی نه دیگه نشانه دیدم، پس این آدم هم قشنگ دسته هاشو میدونی، جز خزندگان هم، جز وزندگان هم، جز پرندگان هم، دسته بندی میکنید آدم. قبلا ما فرصت بهشون میدادیم، الان دیگه فرصت رو نخواهیم داد. نه، چون که هی ریزالت ها رو دیدی، هی نتایج رو دیدی که فرصت دادی. و باید قبول کنیم که قسمتی از رابطه جداییه. اینو ما اگه قبول بکنیم، جدایی هم قسمتی از رابطه است. باید قبول بکنیم که حالا این جدایی ممکنه توی 5 دقیقه باشه، میری یه جا 5 دقیقه نمیتونی تحمل کنی، باید جدا بشی. یه موقع 1 ساله، یه موقع 5 ساله. نگو حیفه، حیفه که مثلا حالا من این فرد این رابطه ها به هم بخوره، به هم وای حیفه، اون منفعت رو برام داره. خب حالا اگه اینو جداش ازش جدا کنم، اون منفعته، بعد میای یه منفعت کوچیکو بگیری، روح و روان و جسم. اینا تجربیه که خودم دارم. برای همین من الان هممون همینطوری 5 تا حد اکثر دوست خالص و مخلص و واقعی و رفیق تا این سالها به وجود آورده باشیم کافیه. دقیقاً همین. چه شوم میشم خودمون میشیم برای خودمون. اصلا نیازی نداریم شلوغش کنیم، همه منو دوست داشته باشن، همه منو بهم اتنشن بدن. اگر اینطور باشه من آدم فیکی هستم. جالبه برام اینجاست که هر از گاهی میشنوم، چون شما میدونید من سالیان سال واقعا خودم رو قرنطینه کردم و خیلی از این آدمای سمی رو ریختم توی ترش واقعا، میدونید. بعض موقع من میشنوم میگه طرف اونجا بوده، گفتیم فلان مسئله رو در مورد من و شوهرم نشنیدی؟ میگه نه ما نشنیدیم. میگه همه شهر میدونن. همه شهر چرا باید بدونن؟ اصلا تو کی هستی که همه شهر بدونن؟ اصلا تو شوهر تو چه کاره هست که همه شهر باید بدونن؟ اصلا همه شهر کی هستن که تو فکر میکنی همه شهر باید بدونن؟ کسان خیالی میگن یه موشه افتاد تو لیوان چایی، گفت وای دنیا رو آب برد. نه، هیچ خبری نیست به جز مهربانی، چون که الان واقعا هر چقدر باهوشترین فرد جهان باشی، آرتیفیشال اینتلیجنت و هوش مصنوعی باهوشتر از توه. بله دقیقا همینه. پس این از هوش، از تکنولوژی، اصلا دنیایی داره میشه که این مزخرفات دیگه جایی نداره. فقط آدم باید مهربان باشه که انسانی بشه که مهربان تو هم با صداقت، مهربانی خالص مهرطلب نه میشه، مهرطلب ولی مهربان تو هم با صداقت، تو هم با فکر تمیز، فکر تازه، میدونی؟ نه با فکر پلیدی که بخواد در نهایت مهربون بودن از اون افکار پلیدش استفاده بکنه به سود خودش تموم بکنه. بله بله. و تعجب اینه که میبینی دوستایی که هرچه به هم نزدیکترن پشت سر میبینی دارن بیشتر همو اذیت میکنن. آدم باید رفاقت پشت سر مشخص میشه. بله. من اگر پشت سر رفیقم همه جا یه مدل بودم، دقیقا، و شمایی که شاهدی میبینی که مثلا حرفی که جلوی پوری جون میزنم پشت سرشم دارم میزنم، متوجه میشه. ولی اگر
برعکس این بود، این نشون میده که من در مورد شما هم همینطور خواهم. دلیلی نداره من با هر کسی دوست بشم، دلیل آشنا هستیم، به همه هم احترام میذاریم، ولی دلیلی نداره که ما همینجوری حریص بشیم تو این که آدم ها بیشتر ما رو دوست داشته باشن. نیازی نداریم. خب بریم برای لایک خوشکنا. لایک خوشکن چیه؟ میریم ناخونمون رو لایک میزنیم، به خصوص جل، و میذارن زیر دستگاه که خیلی راجع به شایع شنیدیم که آیا مثلا بذاریم نذاریم، که خب مضر بودنش مشخص شده، برای همین دستکشا رو باید بزنیم اینا. ولی برای چشممون یک فوق تخصص چشم آقای دکتر مرادی در مورد این ناخون خوشگون ها و چشم داره صحبت میکنه. ببینیم و استفاده کنیم. آیا نور آبی یا اشعه مقوار بنفشی که در سالن های ناخن یا دستگاه های خانگی که برای لاک زدن استفاده میشه برای چشمان شما مضر هستش؟ بله، هر گونه نور آبی و همچنین اشعه مقوار بنفش برای قسمت های مختلف چشم شما مضر هستند. میتونه آب مروارید یا آسیب به انتهای شبکه شما بشن. پس چه از این دستگاه ها در خانه استفاده میکنید یا در سالن های ناخن، مراقب چشمان خودتون باشید، خصوصا کارکنان سالن های ناخن. از اینکه مراقب باشین دیگه، عینک بزنین، عینک دودی بزنین زمانی که میخواد دستتون بره، چون اون نور برای چشمم بده دیگه. این توصیه‌هاییه که تا اونجایی که میتونیم مراقب پوست و مو و اینا باشیم. حالا که صحبت شد از لسین بگم دقیقا. که ویتامین سیش داره به زودی میاد و سرم خوابیه لسین. چقدر ویتامین سی برای پوست مهمه؟ خیلی کلاژن سازه میکنه و اصولا روشن کننده. خیلی میدونی. اصلش کمه تو بازار و برای همین دارن کار میکنن روش که درصد جذبو ببرن بالا، عالی. درصد ویتامینشو ببرن بالا و مثل زندگیمون که هرچی ساده تر باشه، حساب بانکی ها ساده تر، تعداد کمتر، حالمون بهتره. باور بفرمایید توی کمدای آرایشیتون و میز آرایشتون هم هرچی اصلی و خلوت باشه بهتره. من همیشه گفتم چیزایی که بوی تجارتی میده، این برای این خوبه، برای این خوبه، اینا یه دونه دو تا داشته باشین ولی واقعی باشه. منم معتقدم برای زیر پوست و زیر اپیدرم و اون قسمت‌های ماهیچه و قسمت‌هایی که بافت‌های بیشتر هست، سرم خاویار لسین چون قدرت جذبش زیاده و ویتامین سی که الان به زودی به بازار میاد، این دوتا میتونه. بعد این ویتامین سی برای تمام پوست صورته یا فقط برای زیر چشم؟ نه، برای همه پوست صورته که هم برای آفتاب خوبه، جلوگیری میکنه از اشعه ماور و بنفش، هم کلاژن سازی میکنه، پروتئین سازی میکنه. کلاژن یه نوعی از پروتئینه که پوست ما رو سفت میکنه و کافیه که فقط این ویتامین سی رو داشته باشین و سرم خاویر لسین. برای چرب کردنش هم روغن بادوم. ببخشید بین صحبتتون، ویتامین سی چقدر برای پوست دست خوبه؟ بله، هم فراموش نکنیم که دست و گردن و دست و گردن و صورت همش یکیه. یکیه واقعا. اصلا به خصوص تا آرنج. بله. چون من دوستایی دارم که این قسمتشون رو دیدم رنگ اینه. باورتون نمیشه. گفتم چه؟ گفت خب ما چون زیاد استفاده میکنیم اینا، گفت خب باید بیشتر باید بهش برسیم. که ما بهشون گفتم که وازلین و آسپرین رو شب با پلاستیکای چیز ببندین دور بازواتون، آسپرین رو با وازلین و عسل ماساژ بدین، ببندینش تا صبح و صبح برای خودتون بشورینش. بعد که هم رنگ پوستتون شد، هر وقت ویتامین سی، من حتی سرم خاویار لسین چون یه قطرش میلیون ها مولکول مؤثر داره، وقتی که دستتون یه ذره خیس باشه میزنین لیزه دیگه، مثل سفته تخم مرغ که لیزه، میزنید پوست صورتتون، گردن، و مثل وضو گرفتن من از اینجا شروع میکنم و میذارم که خوش بشه و بعدش ویتامین سیشو میزنم. خیلی خیلی این خبر خوشیه که لسین که سالیان سال موفق بوده ویتامین سی هم داره. این ماسکی که شما برای آرنج گفتین، اینو برای بعضی از صورتهایی که خیلی دارک شده و در اثر مرور زمان میتونن استفاده خیلی کنن؟ خیلی. اگه یادت باشه پوری جون، توی برنامه ها گفتیم که آسپرین چون که منبع آنتی اکسیدان هست، جذبش زیاده و حالت شکر ریز داره، اسکراب خوبیه. شما میتونید به عنوان اسکراب، که من بعضی وقتا میگم با چای سبز برای صورت، با چای سبز لیپتونش رو یکیشو که باز کنید، یا خود برگ چای سبز رو که داشته باشید، یک کمی چای سبز
یک کمی شکر یا عسل و آسپرینو اگر مخلوط کنید یکی از بهترین اسکراپ ها هستش که صورتتون رو قشنگ مثل سفیداب میزنید با گردن و دستتون، بعد از 20 دقیقه میشورید و سرم خاویار لسیانو میزنید. بسیار عالی. خب ما به آخری برنامه رسیدیم متاسفانه. وقت داریم مریم جان؟ از اینکه باهاتون بودیم خوشحالیم و فکر کنم دیگه زمانمون هم خب با یه شعر بزنیم برنامه رو تمومش بکنیم با صدای قشنگ زهر و سروش. لبخند بزن، لبخند بزن به شقایق ها، به نیلوفرهای آبی و نرگس ها، لبخند بزن به همه گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می سازند. لبخند بزن. ممنون ازت. ممنون از شما. انشالله که هفته بسیار خوبی داشته باشی. مرسی. شما و بینندگان عزیز. ویکند ویکند قشنگیه، هوا بسیار زیباست. اینایی که در کالیفرنیا هستن مطمئنن همه در کنار دریا هستن یا کنار استخرشون هستن. کسانم که در ایالت های دیگه هستن مطمئنم اونام از هوای بهاری خوبی برخوردار خواهند بود. من از فرصت استفاده کنم به عنوان حسن ختام برنامه‌مون بگم که روی اینستاگرام رادیو قاصدکم اگر تشریف ببرین هیچ وقت وقتتون رو تلف نکردید، چون انتخابای خیلی خوب داره و روی به اصطلاح اپ رادیو قاصدک هم هر تلفنی داشته باشید میتونین بذارین روی تلفنتون، تو ماشین گوش کنین، تو خونه گوش کنین، موقع آشپزی گوش کنین. من خیلی دوستان میگم ما شب که میخوایم بخوابیم با صدای این رادیو میخوابیم، صبح هم که میخوایم بیدار شیم با صدای این رادیو بیدار میشیم. خیلی کمک میکنه و خود ما هم داریم استفاده میکنیم. ممنون ازتون مریم جان. مرسی. خدا نگهدار. چی نقش سرد آینی نکنه از سفر داینی، نکنه خانی بوری ترک از این شهر داینی، اصلا از حال خراب من خبر داینی. مستی قشنگه ولی با آدمش، مخصوصا اون سرگیجه آخرش، مستی قشنگه یار تی ساقی بوشه تا آخرش اون هم به تاقی.